داستان رئیس جمهور، حکایت واقعی از نکنامترین زمامدار تاریخ معاصر افغانستان، نویسنده دکتر حمیدالله مفید. پیرمرد پس از کنترل و تلاش و سرگردانی یک هفته‌ای در فرجام توانست تا نزد رئیس جمهور برسد. میخواست کلوش‌های پینه‌ایش را در دهن دروازه از پایش بکشد، مگر سبیل مانده‌ها لج کرده بودند و از پایش نمی‌برآمدند. مجبور شد تا آنها را با خود کشان کشان تا میز رئیس جمهور بکشد. سخت زیر تاثیر رفته بود. نخستین بار بود که رئیس جمهور یک مملکت را از نزدیک می‌دید و آن هم در حالی که یک پای پادشاهی آدم دم رای او برخواسته بود و دستانش را برای دست دادن با او پیش نموده بود، برایش غیر قابل باور می نمود. رئیس جمهور همین که متوجه شد که پیرمرد نمی تواند کلوشهایش را از پایش بکشد و نزدیک است که بیفتد، از پشت میزش دوید و او را که در حال افتیدن به زمین بود در بغل گرفت و مانع آن شد تا او به زمین بیفتد. چنان او را در بغل خود می فشرد که پیرمرد احساس کرد که فرزندش جمال که از یک سال پیش استخبارات او را ربوده و نیست و نابود کرده بود، او را در بغل گرفته است. بوی عطر و دریشی سیاه، چهره زیبا، قد میانه و واژه های پدرجان خوش آمدی رئیس جمهور پیرمرد را محو و نابود ساخته بود. در همین هنگام بوی بدن خود پیرمرد که از هفته ها خود را نشسته بود، یک رقم او را شرمنده و نارام ساخت. با آن هم گنجشک پناه بوته خود را دلداری داد و امید بران داشت که تیر آرزویش به نشانه بنشیند. پس از آن که رئیس جمهور او را از بغلش رها کرد، پیرمرد سرش را برای بوسیدن دستان رئیس جمهور خم کرد. مگر رئیس جمهور مانع او شده و نگذاشت تا دستانش را پیرمرد ببوسد. رئیس جمهور پیرمرد را برای نشستن دعوت کرد و خودش رفت و بالای چوکی پشت میز کارش نشست و گفت: پدر جان، خوش آمدی. امیدوار هستم که محافظان اذیتتان نکرده باشند. من هر قدر به محافظان میگویم که کسی را اذیت نکنند، مگر آنها کار خودشان را میکنند و گپ مرا نمیشنوند. به هر حال چطور هستین؟ زندگی و روزگارتان چطور میگذرد؟ پیرمرد که تا آن دم سمون بکمون شده بود و زبانش در دهن بلازدهش بندک مانده بود، نمیدانست تا چی بگوید. رئیس جمهور با دیدن وضع پیرمرد زنگ سرمیزی را فشار داد و خانه سامان را به داخل خواست و هدایت داد که برای پیرمرد یک گلاس چای با کلچه بیاورد. خانه سامان نیز پذیرفت و در کمتر از یک دقیقه یک پیاله چای با نلبکی و یک بشقاب کلچه آورد و پیش روی پیرمرد گذاشت. پیرمرد با دیدن آنها و خوردن یک دانه کلچه و نوشیدن یک دو شب چای، دستگاه دهنش را باز یافت و زمینه گپ زدن برایش فراهم گردید. همین که راه دهنش باز شد گفت: صاحب کم نشین، خدا سایتان را اثر ما کم نکند، از لطف شما زنده هستیم. رئیس جمهور گفت: پدر جان، آرام چایت را نوش جان کن، همین که خود را استوار یافتی باز با هم اختلاط میکن. پیرمرد گفت: نه صاحب، من زیاد وقتتان را نمیگیرم، یک دو مشکل داشتم که اگر از خدا و از شما شوه همینها را اثر شانه ما کم میکردیم. رئیس جمهور برای این که پیرمرد خود را آرام احساس کند، از پشت میز برخاست و آمد در کوچ روبروی پیرمرد نشست و برایش گفت: خب پدر جان، گفتن که دو مشکل داشتین، بفرماین بگوین که من چی خدمت کرده میتونم. پیرمرد شمله لونگی چرک و پاره پارهش را به پشت سرش انداخت، آخرین بقایای کلچه را که در دهلیز دهنش اتن می انداخت قرد کرد و گفت: رئیس صاحب، خدا ناترس ها یگانه بچه ما، یگانه درخت آرزوهای ما، یگانه ناناور خانه ما که با هزار مشکل درس و سبق خواند، حربی پانتون را خلاص کرد، صاحب منصب شد و در قطعه تشریفات دهدادی طولای مشر شده بود، بردند و تا حال سر و درکش پیدا نیست. با گفتن سر و درکش پیدا نیست، بغضی که از یک سال به این سو در گلوی پیرمرد خانه کرده بود ترکید و اشکهای غم از دو سوی چشمانش به اراده سرازیر شدند و آب بینیش نیز که تا آن دم مانند قطعه منتظره تیار سید بود فرود آمد. پیرمرد با شف لونگی ژولیدهش نخست اشکهایش سپس آب بینیش را پاک کرد. رئیس جمهور با شنیدن یگانه ناناور خانه، یگانه فرزندم و درخت آرزوهایم،
به یاد گفتار ارسطو افتاد که گفته بود رویدادهای تراژیک دو حس را در درون انسان ایجاد می کند. حس ترس که خواننده خود را در جای قهرمان قرار می دهد و حس ترحم که خواننده خود را با قهرمان شریک می سازد. و این هر دو حس در درون و اعماق قلب رئیس جمهور زنده شدند. لحظه سکوت کرد و تنها در همین باره می اندیشید. احساس کرد که اگر خودش به سفارت نمی رفت شاید او را نیز گرفتار و مانند پسر این پیرمرد در پولیگون ها سربنیست می کردند. آنگاه پدر او نیز شاید در ادارات دولتی سرگردانی می کشید. عشق پیرمرد و غم مرگ پسرش و حس ترس و ترحمی که در درون رئیس جمهور ایجاد شده بود موجب شد تا قطرات عشق از چشمان او نیز سرازیر شود. رئیس جمهور گفت در میان 70,000 زندانی که من فرمان رهایی آنها را پارسال صادر کردم نبود؟ پیرمرد گفت نه صاحب، شما 70,000 نفر را رها کردین. دل 70,000 پدر، 70,000 مادر، 70,000 دختر، 70,000 پسر و 70,000 برادر و دوست و آشنا را شاد ساختین. مگر دل من و مادر جمال را شاد نساختین. سکوت در میان هر دو سایه افگند. رئیس جمهور نیز از جیبش دستمالش را کشید و قطرات اشکش را که موره موره از دو کنار چشمانش سرازیر شده بودند پاک کرد. برای نخستین بار خشم شگفت نسبت به این عمل کرده رژیم آدمکش قبلی در وجودش رخنه کرد. آه از سینه پرسوزش برخاست و گفت بله پدر جان، این خدا ناترس ها نزدیک به 2,000 یار و رفیق همرزم ما را نیز به جوقه های مرگ فرستادند. حتی سر رفیق های خود نیز رحم نکردند. بهترین هایشان را یا زندانی ساختند یا فراری و یا کشتند. پیرمرد که تا این دم هرگز نگریسته بود برای نخستین بار برخورد مهرآمیز و فرا انسانی رئیس جمهور قفل مرشده اشکایش را باز کرد. هرقدر تلاش کرد تا مانع ریزش آنها شود جای را نگرفت. رئیس جمهور بدون این که مانع اشکای او شود خودش نیز در گریستن با او هم نوا شد. لحظه سکوت مرگبار میان رئیس جمهور و پیرمرد برقرار شد. پس از درنگ رئیس جمهور گفت خوب پدر جان، با درد و دریغ باید عرض کنم که زندان‌های سیاسی به کلی خالی شدند و دروازه‌های آنها باز گذاشته شدند. هیچ زندانی سیاسی در سراسر کشور وجود ندارد، بجز ماموران عالی رتبه رژیم قبلی که هنوز تحت نظارت هستند و به زندان پل چرخی انتقال نشدند. با آن هم عریضه‌تان را بتن، من یک امر فوق‌العاده می‌نویسم تا لوی سارنوال و قاضی القضات هر دو مشترک از نزدیک دوسیه گرفتاری و زندانی شدن پسرتان را بررسی کنند و جریان را به من گزارش بدهند. مشکل دومتان چی بود؟ پیرمرد گفت رئیس صاحب جمهور، پس از گرفتاری و سربنیست شدن پسرم که یگانه نان‌آور خانه بود هیچ عاید دیگری نداریم. تقاضا میکنم تا معاش ماهوار و یا تقاعد و یا هر وسیله دیگری که ممکن است حق پسرم را امر کنید تا برای رفع مشکل ما بدهند. و اگر ممکن باشد، چون در این مدت یک سال از گرفتاری پسرم هرچی که داشتیم فروختیم و خوردیم، حالا که سر زمستان است دم نقد هیچ امکاناتی نداریم، از شما تقاضا میکنم تا به خاطر زنده ماندن خودم، عیالداری، عروس و سه نواسم هدایت بدهید که از هر ممکنه یک چند روپیه برای من کمک کنند. رئیس جمهور عریضه پیرمرد را گرفت تا اخیر خوان و در پایان آن نوشت ملاحظه شد: ریاست عمومی اداری، معاش ماه دلو سال جاری مرا به محترم حاجی صاحب نقد بپردازید و از پرداخت آن به من اطمینان بدهید. این را نوشت و گوشی تلفن را برداشت و به میر محمد حسن رئیس عمومی اداری ریاست جمهوری هدایت داد تا به صورت عاجل با معاش ماه دلو او بیاید. پیرمرد تره مانند کسی که ارواحش قبض شده باشد به سوی رئیس جمهور مینگریست. همین که رئیس جمهور گوشی را گذاشت رو به سوی پیرمرد نمود و گفت برای رئیس عمومی اداری گفتم که با یک مقدار پول پیش من بیاید، اگر کم بود با بزرگواری خود ببخشید، زیرا من رئیس جمهور هستم و صلاحیت اجرای کمک نقدی به شورای وزیران به رفیق کشمن داده شده است و آن هم تنها قرضه های شورای وزیران را به کارمندان دولت اجرا می نماید. با همه حال ما یک راه حل برای مشکلات شما پیدا کردیم. تا شما چایتان را شب کنید رئیس عمومی اداری می رسد. پیرمرد از این گفته های رئیس جمهور چیز سر در نیاورد.
در دلش خدا خدا می گفت که عریضه او را به شورای وزیران و یا جای دیگر راجع نسازد که باز سرگردانی نکشد. هنوز تفکر سرگردان پیرمرد جایی و پایی نشده بود که میر محمد حسن خان رئیس عمومی اداری اجازه دخول خواست. رئیس جمهور به دستیار خود هدایت داد که او را بگذارد. رئیس عمومی اداری گفت رئیس صاحب جمهور امر کنین. رئیس جمهور عریضه پیرمرد را به رئیس عمومی اداری داد و گفت همین امروز معاش مای دلب مرا به حاجی صاحب نقد بدهید تا از شر سرمای زمستان در امان شود. رئیس عمومی اداری دوسیه معاشات رئیس جمهور را کشید و گفت جناب رئیس صاحب جمهور، معاش مای جدیدتان را برای حاجی صاحب شینواره دادیم. معاش ماه دلبتان را به بیوه دگرمن عتیق الله خان دادیم. معاش مای حوتتان را به خانواده رفیق کارگر شهید دادیم. معاش مای حمل سال جدیدتان را هنوز برای کسی ندادیم. ببخشید جناب رئیس صاحب جمهور، معاشاتتان را به مردم کمک میکنین، خودتان چطور خواد کردین؟ رئیس جمهور سرش را به سوی رئیس عمومی اداری دور داد و گفت خی معاش مای حمل سال جدید مرا به ای کاکای محترم کمک کنید. مگر همین امروز و همین ساعت تا من شاهدان باشم. من حکم را اصلاح کردم. آن راستی، برای ما معاش ماهوار محبوبه جان خانمم کفایت میکنه. در غیر آن من خرچ دسرخان نیز دارم. من پول را چی میکنم؟ بگذارید تا با آن زندگی چند نفر بگردد. رئیس اداری تحویلدار معاشات ریاست جمهوری را نیز با خود آورده بود و معاش 3 ماه بعد رئیس جمهور را به پیرمرد داد. از این رویداد 12 سال گذشت. رئیس جمهور بیکار شد و در شهر حیرتان در یک خانه موقر زندگی میکرد. همان پیرمرد که تا آن دم افزون از 80 سال عمر داشت، رئیس جمهور پیشین را پیدا کرد. نزد او آمد و برایش یک دست دریشی شیک، یک جورا پیراهن تنبان، بوت و دیگر ملازمه را آورد و برای جمهور خود را معرفی کرد و گفت جناب کارمل صاحب، شما مهربانترین، انسانترین و پاک نفسترین رئیس جمهور جهان و با وجدانترین رهبر مردم افغانستان بودید. من از پول معاش کمکی مای حمل شما یک دکان در شهر مزار شریف ساختم. با آن کار کردم و فضل خدا حال صاحب یک مغازه کلان و یک خانه شخصی هستم. از شما تقاضا میکنم تا با من بیایید تا که من زنده هستم و شما زنده هستید با من زندگی کنید. رئیس جمهور سابق در حالی که پیرمرد را خوب به خاطر داشت او را در بغل گرفت، باز هم بوسید. مگر این بار با لباس ژولیده و پینه خوردگی و رفو شدگی، بدون عطر و نکتایی، در حالی که چبلک‌هایش در پایش کلانی می‌کرد. از پیرمرد سپاسگزاری کرد، روی او را بوسید و گفت سپاسمندم پدر جان، من این تحفه شما را نمی‌گیرم. اگر گرفتم باز به عفت فریفتگی و غرور پاک خود چی پاسخ بدهم؟ از شما ممنونم. پیرمرد در حالی که فق می‌زد، با شف دستار پهلویش عشقها و آب بینیش را پاک کرد و از خانه برآمد. رئیس جمهور قبلی ببرک کارمل تحفه های پیرمرد را به سرباز محافظ داد و گفت پسرم، اینها را بپوش، از سوی آن پیرمرد به خودت تحفه است. این بود داستان رئیس جمهور. ممنون که بیننده و شنونده کانال افغانستان ژورنال است. کانال افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. ما بهترین ها را تقدیم شما می‌کنیم.